I just think it's one of the most. به نظرم افغانستان یکی از عالی ترین نقاط برای بازی در جهان است که در آن می توان ویژگی های اصیل انسانی را حس کرد. What's up everyone? I am super excited to let you know that I am back in my beloved Afghanistan for the next 2 weeks. جو بنسکی جهانگرد جوان و مشهوری که این اواخر به دلیل سفرهایش به افغانستان در میان افغانها نیز به چهره آشنا مبدل شده از علاقهش به افغانستان میگوید. درو میگوید که به 194 کشور جهان سفر کرده اما تجربه دو سفرش به افغانستان خاص است زیرا در دنیایی که کم کم ویژگی های فرهنگی کشورها جای خود را به جهانی شدن میدهد افغانستان شبیه هیچ کدام از کشورهای دیگر نیست. اصیل است. بسیار خوشایند است. احساس میکنی زمان متوقف شده و به گذشته سفر کرده ای. مردم لباس های بسیار سنتی میپوشند و معماری بازارها و مکان های تاریخی به گونه‌ای است که فکر میکنی سالهاست هیچ چیز عوض نشده است و این چیز زیبایی است. فرهنگ این کشور بسیار غنی است. برای این جهانگرد آمریکایی سفر به افغانستان فراتر از یک سفر معمولی بود. او میخواست به مردم جهان نشان دهد که گذشته از جنگ و انفجار زندگی با تمام زیبایی‌هایش در رگ‌های این کشور جاری است. مردم افغانستان به طور باور نکردنی متواضع هستند. نمیدانم چرا. اما توانستم با آنها ارتباط خاصی برقرار کنم. مردم افغانستان بسیار مهمان نواز هستند. آنها به شما چای و غذا تعارف می کنند و شما را وادار می کنند حتی بخورید. شما را به خانه خود دعوت می کنند و حتی جای خواب خود را به شما می دهند که به نظرم بسیار خوب است. برای همین مردم و فرهنگ افغانستان را بسیار زیاد دوست دارم و به نظرم آنها جزء زیباترین ها در جهان هستند. البته تنها فرهنگ افغانستان نیست که درو بنسکی را شیفته خود ساخته است. تمام میوه‌ها و غذاهای افغانی نیست این جهانگرد را دلبسته افغانستان کرده است. بسیار عالی است. مزه پنکیک کچالو رو میدهد و با این چتنی تند عالی است. سلام علیکم و ویلکم تو قندهار. و انار قندهار که از نظر درو بنسکی در جهان بی‌نظیر است. تشکر. به این انار تازه نگاه کنید، بسیار عالی است. درو میگوید که همه جاهایی که در افغانستان سفر کرده را دوست دارد اما حس خاصی نسبت به قندهار پیدا کرده و به نظرش معماری این شهر بسیار جالب است. قندهار را واقعا دوست دارم زیرا تقریبا پای هیچ توریستی هنوز به اینجا باز نشده است. تنها خارجی هایی که آنجا رفتند نظامی ها و کارکنان مؤسسات غیر انتفاعی هستند. این شهر در معرض دید جهان قرار نگرفته و این واقعیت که من توانستم بروم و معماری بی‌نظیر بازارهای بسیار قدیمی و سنتی و زیارت ها را ببینم فوق‌العاده است. درو بنسکی می گوید که پس از این حداقل سال یک بار به افغانستان سفر خواهد کرد و تلاش خواهد کرد زیبایی های نهفته این کشور را به جهان معرفی کند. یلدا بکتاش، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. Really truly is one of my favorite places on this entire planet. It's so misunderstood when you get down.